در مارس 1993 در آیود سودان جنوبی امروز که اون موقع جزو سودان یک پارچه بود، این عکس گرفته میشه. عکسی به نام The Vulture and the Little Girl که یعنی لاشخور و دختر بچه کوچیک. بچه‌ای که تو این عکس میبینید از گرسنگی بیحال رو زمین افتاده و یک لاشخور اونورتر منتظره که اون بمیره و بیاد بخورتش. یک عکاس اهل آفریقای جنوبی به نام کوین کارتر این عکس رو گرفته. عکسی تکان دهنده که رو کل دنیا تأثیر گذاشت. اما مردم دنیا داستان این عکس رو نمیدونستن و نمیدونن. با وجود اینکه اسم این عکس یک لاشخور و یک دختر بچه است، اما بعداً مشخص شد که این بچه پسر بوده. پسری به نام کانگ نیونگ. کانگ و خانوادهش در حال فرار از جنگ داخلی سودان بودند و از اینجا داشتن عبور میکردن. جنگ داخلی سودان رو که باید بشناسید، جنوبی ها با دولت سودان که شمال بودن میجنگیدن. اما چرا این جنگ شروع شد؟ جنوب سودان مسیحی ها بودن، شمال سودان مسلمون ها، اما با هم زندگی میکردن و مشکل آنچنانی نداشتن که بجنگن. تا اینکه در دهه 80 شرکت آمریکایی شفرون که جزو همون شرکت‌های راکفلره در سودان جنوبی نفت پیدا می‌کنه. دولت سودان که دست مسلمان‌ها بود، بعد از کشف نفت در اون منطقه که منطقه مسیحی نشین بود، قوانین اسلامی رو جاری می‌کنه. اصلاً حساب نمی‌کنه که این منطقه مسیحیه و این قوانین برای اونها قابل قبول نیست. برای همین جنگ داخلی کلید می‌خوره. شمالی ها با جنوبی ها. اما نفت هم اون بغل پیدا شده و شرکت شفرون مشغول کارش هست. تو این جنگ مثل همه جنگ ها بیشترین صدمه رو مردمی خوردن که نمیدونستن چه خبره، نه تو اون نفت سهمی داشتن و نه تو این جنگ و دعوایی که راه افتاده. مردم حتی نمیتونستن شکمشون رو سیر کنن، اما سازمان ملل مثل فرشته نجات وارد میشه و شروع میکنه حمل مواد غذایی به سودان و توزیع کردن بین مردم نیازمند. اونم نه اینکه مردم سیر بشن. مردمی که تو سرزمینشون نفت پیدا شده ندار نیستن، باید اینجوری غذا برسونن بهشون. با این هواپیما و هلیکوپترهای سازمان ملل، خبرنگارها و عکاسها هم وارد منطقه میشن. یه دونه از اون عکاس ها این آقاست، کوین کارتر. سازمان ملل این عکاس ها و خبرنگار ها رو آورده بود تا از عملیات اونها عکس و خبر تهیه کنن و دنیا بفهمه که سازمان ملل داره یه کاری میکنه. کوین کارتر از یه لحاظ عکاس معروفی بود، چون اون از آپارتاید در آفریقای جنوبی عکس های مختلف میگرفت و تو خیلی از مقالات به چاپ میرسوند. برای همین تا حدودی تو دنیا میشناختنش. این آقا از مأموریت سازمان ملل سرپیچی میکنه و به جای اینکه کارهای سازمان ملل و فیلم و عکس تهیه کنه و بده رو تلکس خبرگزاری ها، راه میفته میره ببینه مردم عادی تو چه وضعیه. کوین کارتر چون با سازمان ملل به سودان اومده بود، هر جای میرفت بایستی سربازهای سودانی هم دنبالش میرفتن که البته ازش محافظت کنن. مثلا این عکس کوین کارتر رو میبینید. هلیکوپتر سازمان ملل اومده غذا آورده و مردم دارن میدوئن میرن تا غذا تموم نشده بگیرن. بعد از این صحنه کارتر وقتی میبینه حواس سربازها پرت شده، جیم فنگ میشه لای جمعیت و یه جورایی میزنه میره، به طوری که سربازها نمیفهمن کجا رفت. اون بعد از چند دقیقه که از اون منطقه دور میشه، یه دفعه یک صدای ناله میشنوه. برمیگرده میبینه یک بچه رو زمین داره ناله میکنه و تو آسمون لاشخور داره بالا سرش میچرخه. کوین کارتر میفهمه که این بچه میخواد بره که خودشو برسونه به هلیکوپتر، ولی از گرسنگی توان نداره. کارتر این صحنه رو از دور نگاه میکنه و میبینه لاشخور اومد نشست. دوباره ازش عکس میگیره که این عکسه و معروفیت جهانی هم داره. کوین کارتر این عکس رو میگیره ولی رو خودش خیلی اثر بد میذاره. میره اونور کنار یک درخت میشینه و شروع میکنه گریه کردن. بعدم بلند میشه، راه میفته میره.
اما این عکس رو میفرسته برای نیویورک تایمز. تو روزنامه چاپ میشه و بیشتر دنیا میفهمن که تو سودان چه خبره. چند ماه بعد به خاطر این عکس کوین کارتر رو صدا میکنن و جایزه پولیتزر رو بهش میدن که یک جایزه مخصوص عکس برداریه و فقط یک بار در سال داده میشه. در مقاله نیویورک تایمز نوشته میشه این بچه که اسمش کونگیانگ بوده خودشو بالاخره میرسونه به هلیکوپتر و غذا میگیره و زنده میمونه. واقعا هم درست بود این خبر. حالا کسی کمک بچه کرده یا خودش رفته معلوم نیست. این لاشخوره هم که زبون نداشته برن ازش بپرسن. اگر تو عکس دقت کنید و دست راست این بچه رو نگاه کنید، یک نوار سفید دور مچشه. سازمان ملل این نوار رو به دست بچه‌های میندازه که سوء تغذیه داشته باشن. یعنی این بچه قبلش توسط سازمان ملل شناسایی شده بوده. سازمان ملل بچه‌هایی رو که اینجوری شناسایی میکنه ولشون نمیکنه توی بیابون، بلکه باید ببره جاهایی که بهشون غذا بدن و اینها به اصطلاح از سوء تغذیه در بیان. اما این بچه رو یه جا ول کرده بودن. این بچه بالاخره زنده مون و تا 14 سالگی هم زندگی کرد. اما متاسفانه مالاریا گرفت و از دنیا رفت. این عکس وقتی شهرت جهانی پیدا کرد، به جای اینکه از سازمان ملل انتقاد کنن، شروع کردن انتقاد شدید از کوین کارتر. میگن تو برای چی عکس گرفتی؟ چرا بچه رو بر نداشتی بری دم غذا؟ خیلی‌ها گفتن تو این عکس دو تا لاشخور دیده میشه. یکی این لاشخوره، یکی هم اون کسیه که دوربین عکاسی تو دستشه، چون اون لاشخورتر از این لاشخوره و داره از این صحنه سوء استفاده میکنه. البته کوین برای این به این بچه دست نزده بود، چون سفارش سازمان ملل بود. به همه عکاسا و خبرنگارها تاکید کرده بودن به هیچ کس دست نزنین، به هیچ حیوانی نزدیک نشین، چون بیماری اینجا داره بیداد میکنه. اون گفت برای این به این بچه دست نزدم چون نمیخواستم بمیرم. خلاصه افکار عمومی زندگی کوین کارتر رو تیره و تار میکنه، به طوری که از خونش بیرون نمیومده. همهش بهش میگفتن تو یک ترسویی. به قدری تحت فشارش میذارن که میشه توپ افسردگی. و بالاخره حدود یک سال بعد از این عکس، یعنی در ژوئیه 1994، در خونش در آفریقای جنوبی خودکشی میکنه. این در صورتی بود که عکس کوین کارتر اولین عکسی بود که به دنیا نشون میداد تو سودان چه خبره، و همین این باعث شد که خیلی از کشورها و مردم از طرق مختلف به سودان جنوبی کمک کنند. جنگ داخلی سودان تا سال 2005 ادامه پیدا میکنه، اما هیچ عکسی از این جنگ بیرون نیامد که به اندازه عکس کوین کارتر اثر داشته باشه و جهانی بشه. خیلی راحته که تو منطقه امن و امان خودت بشینی و در مورد این عکاس تو سودان قضاوت کنی. نمیتونی از یک عکاس توقع داشته باشی تو یک موقعیت ترسناک کارهایی که تو مد نظرت انجام بده. مثلا این عکس معروفترین عکس جنگ ویتنامه. یک دختر ویتنامی به نام کیم فولک از حمله بمب‌های ناپالم آمریکایی فرار میکنه. عکاسی که این عکس رو به ثبت میرسونه یک ویتنامی به نام نیک اوت بوده. این عکس الان نیک اوته. شاید بگین این خانوم کیه؟ این خانوم هم همون دختر بچه ویتنامیه که داشت فرار میکرد. این دوتا هنوز با هم دوستن. در هر صورت قضاوت کردن در این موارد کار ساده ای نیست. هیچ کس نمیتونه خودشو بذاره جای اون عکاس تو اون لحظه. البته انسان موقعی میتونه در مورد کسی قضاوت کنه که خودشو دقیقاً بذاره جای اون در همون لحظه و بعد قضاوت کنه. لطفاً نظر بدید.